سلام شنوندگان عزیز و محترم، اینجا دهلیست. با برنامه صبحگاهی بخش دری آکاشوانی خوش آمدید. امروز روز 21 ماه جون سال 2023 میلادی با ساعت 10 صبح هند برابر با ساعت 9 صبح افغانستان می باشد. من نگار اسلم برای شما تازه ترین خبرهای هند، منطقه و جهان را آغاز می نمایم. در آغاز توجه کنید با سرخط اخبار. صدر اعظم هند نریندر مودی برای بازدید 5 روزه وی با ایالات متحده و مصر رسید. صدر اعظم اظهار می نماید که هند اعتقادی اساسی با احترام با حاکمیت و تمامیت ارضی دارد. امروز 9 روز جهانی یوگا در سراسر جهان جشن گرفته می شود. انتونیو گیوتراس دبیر کل سازمان ملل متحد اظهار می دارد که یوگا در سراسر جهان میلیون ها نفر را متحد می کند. روسیه در روز سه‌شنبه حمله هوایی گسترده را در اوکراین انجام داد. اینک مشروع اخبار. صدر اعظم نریندر مودی در اولین مرحله بازدید 5 روزه و از ایالات متحده و مصر با نیویورک وارد شده است. این اولین بازدید دولتی صدر اعظم آقای مودی با ایالات متحده است. او بر دعوت جوزف بیدن رئیس جمهور آمریکا و خانم اول دکتر جیل بیدن از این کشور بازدید می کند. صدر اعظم با این مناسبت با فرودگاه نیویورک مورد استقبال باشکوهی قرار گرفت. اعضای جامعه هند با رسیدن آقای مودی با خوشحالی استقبال نمودند. بعد از آن آقای مودی در هتل رسید، آنجایی که اعضای دیاسپورای هندی با شعارهای ونده ماترم و بھارت ماتا کی جے با گرمی از وی استقبال نمودند. همچنین بسیاری از آنها با آقای مودی و از وی امضا خواستند. صدر اعظم پس از فرود در شهر نیویورک در توییتی گفت او مشتاقانه برای برنامه های اینجا از جمله تعامل با رهبران فکری و برنامه روز یوگا امروز منتظر است. امروز صدر اعظم آقای مودی در مراسم روز جهانی یوگا در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک رهبری خواهد نمود. در ماه دسامبر در سال 2014 مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه را تصویب نمود و 21 جون را با عنوان روز جهانی یوگا اعلام نمود. صدر اعظم در روز پنجشنبه در کاخ سفید در واشنگتن مورد استقبال تشریفاتی قرار خواهد گرفت و با رئیس جمهور آقای بیدن برای ادامه دیالوگ سطح بالای خود مذاکرات خواهد نمود. رئیس جمهور و خانم اول ایالات متحده در این شب ضیافت رسمی شامی را برای افتخار صدر اعظم برگزار می کنند. همچنین صدر اعظم آقای مودی در نشست مشترک کنگره آمریکا در 22 جون سخنرانی خواهد نمود. روز دیگر صدر اعظم با طور مشترک در یک ضیافت ناهار توسط کاملا هاریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده و آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه میزبانی خواهد شد. قرار است آقای مودی چندین تعامل با مدیران ارشد اجرایی، متخصصان و سایر ذینفعان برگزار نماید. او همچنان با اعضای دیاسپورای هند ملاقات خواهد نمود. صدر اعظم پیش از این در بیانیه خروج وی گفت که این بازدید برای غنی سازی عموم و تنوع مشارکت هند و آمریکا فرصتی خواهد بود. او گفت روابط هند با ایالات متحده چند وجهی است با تعاملات عمیق در بخشها و ایالات متحده بزرگترین شریک تجاری هند در کالاها و خدمات است. صدر اعظم آقای مودی در دومین مرحله از بازدید خود بر دعوت عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر روزهای 24 و 25 این ماه در سفری رسمی در قاهره بازدید خواهد نمود. صدر اعظم گفت که او برای اولین بار با یک بازدید کشور نزدیک و دوست خیلی هیجان زده بود. 9 روز جهانی یوگا در روز چهارشنبه در سراسر جهان جشن گرفته می شود.
موضوع امسال این روز یوگا برای وسودیوا کتمبکم است که این نشان دهنده میراث فرهنگی اجتماعی هند است. صدر اعظم نریندر مودی جشن جهانی یوگا را در مقر سازمان ملل در نیویورک در ایالات متحده رهبری خواهد کرد. انتظار دارد که بیش از 180 کشور با این رویداد وصل شوند تا تعهد خود را نسبت به یوگا نشان دهند. جشن ملی توسط جگدیپ دھنکر معاون رئیس جمهور در جبالپور در مدھیہ پردیش رہبری خواهد شد. انتظار می رود که تقریباً 15,000 نفر در رویداد اصلی شرکت کنند. کارکنان نیروهای مسلح هم با روحیه وحدت و رفاہ در این مراسم شرکت خواهند نمود. پس از جلسه یوگا وزیر در جمع حاضران سخنرانی خواهد نمود و از مربیان یوگا تسهیل خواهد کرد. وزارت فرهنگ با همه سازمان های زیر مجموعه خود دستور داده است تا با مشارکت کامل مشترک پروتکل تایید شده یوگا این روز را جشن بگیرند. این سال روز جهانی یوگا شاهد ویژگی منحصر با فردی مثل حلقه اقیانوس یوگا خواهد بود، جایی که کشتی های دریای و تجاری هند نمایش پروتکل مشترک یوگا را و کشتی های کشورهای دوست را اقیانوس های متفاوت تشکیل خواهند نمود. بیان بخش اخبار از شعبه دری آکاشوانی دلی.